فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که سلام بر همه برادران و همکاران و رسانه حق و علیکم السلام و فرمودن که برادران عزیز، حالا اسمشون رو ذکر کردن، اجازه بدید من ذکر نکنم. من راهبلد قاچاقبرهای مسافرکش هستم و آیا پول این کار حرام است یا نه، جوابم را بدید. منظورشون شاید همین عزیزانی است که در سر مرزها برای منتقل کردن پناهندگان غیر قانونی به اصطلاح میان و خب اونا رو سوار ماشیناشون میکنن و خب شکل کار رو هم که شاید آشنا هستید، حتما خودتون شکل کارم خیلی شکل زننده و ظالمانه ای داره و شاید تو صندوق عقب ماشین سوار بکنن، داخل کانتینرها بکنن، چه بسا که داخل یک ماشینی که 4 نفر ظرفیت داره 14 15 12 نفر رو سوار میکنن، ماشین ها چپ کردن، کشته ها شدن سر مرز ایران با افغانستان و پاکستان و این طرف مرز ترکیه و امثال اینها. آیا کسانی که کلا در این شغل مشغولن، کسانی که برای منتقل کردن پناهندگان از یک کشور به کشور دیگه، پناهندگان غیر قانونی، این کار رو انجام میدن، این کار پولش و درآمدش حلال هست؟ به صورت کلی در این مورد یا در هر موردی که جان انسان در خطر هست، این بسا در واقع توصیه نمی شود که چون این کاری رو انجام بدن، جایی که احتمال داره برای کسب رزق و روزی انسان جان خودش رو در واقع به هدر بده و جانش از دستش برسه. و اصل و اساس این است که اقدام به چنین کاری رو نکنند. اما ولو این که کسی بالفرض این خطر رو به جان خرید و این کار رو انجام داد، قاچاق کالا یا قاچاق انسان، این ما نمیتونیم یک حکم قطعی صادر بکنیم که چنین افراد درآمدشون هم حرام باشه. این حکم درآمد یک چیزی دیگر هست، اون به اصطلاح حکمی که برای خود کارشون هست که کار نامناسبی باشه، زننده باشه، شاید مثلا افرادی مورد اهانت قرار بگیرن، اون یک بحث جداگانه هست. اما برای این فردی که به عنوان راهنما هست و راه بلد هست یا به اصطلاح راه به اونا نشون میده، برای این فرد هیچ گونه اشکالی نداره و اون درآمدی که این فرد از این راه کسب میکنه، این در واقع حلال هست و مشکل شرعی نداره. برای خود فردی که این کار رو متکفل کل کار هست و مثلا کسی که خودش وانه قاچاقچی، حالا ما اسمش رو میذارن تو جامعه ما، و شروع میکنه به انتقال و مسئولیت کلی رو به عهده داره، آیا خودش این کار جایز است براش؟ در صورتی که مطمئن هست که مثلا این منجر به قتل نفس میشه، اون افرادی که به اصطلاح حمل میکنه نمیتونه که سلامتی اونها رو تأمین بکنه و اونها رو شاید مثلا احیانا دیده میشه مثلا در دریا میاندازند یا به هلاکت میاندازند، این در واقع جایز نیست. ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. اما در غیر این صورت باشه جایز، اشکال نداره.